آغاز کار روی توافق با گروه طالبان از سوی آمریکا. دو ماه پس از توقف گفتگوهای صلح آمریکا با گروه طالبان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که اکنون آمریکا روی یک توافق با گروه طالبان کار میکند و دیده شود که چی چیز اتفاق میفتد. از سوی هم سنای آمریکا قانون نظارت بر مصالح افغانستان را پیشنهاد کرد. دو عضو مجلس سنای آمریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کرد که به کنگرس آمریکا صلاحیت خواهد داد تا بر هر گونه توافق آمریکا با گروه طالبان نظارت بکند. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان بر حتمی بودن برقراری آتش بس به عنوان پیش شرط گفتگوهای صلح در افغانستان تاکید کرد. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما خانم دکتر محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای افغانستان، آقای توریالای غیاسی، تحلیلگر امور سیاسی و همچنین آقای فضل هادی وزین، عضو رهبری شورای صلح و نجات افغانستان و همچنین استاد دانشگاه. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای وزین، با شما آغاز میکنیم. پس از دو ماه توقف در گفتگوهای صلح، به تازگی آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز گفته که ما روی یک توافق کار میکنیم. از سوی هم در گفتگوی تلفنی که با آقای غنی داشت گفته که مسئله آتش بس، برقراری آتش بس پیش شرط گفتگوهای صلح. چقدر با من بگی هستین که آغاز کار روی یک توافق با گروه طالبان این دفعه واقعا به مسیر مثبتش بره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد مجددا عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر سیمون سنا، جناب استاد یاسی، خدمت شما و همکارای محترم شما و ملت عزیز افغانستان. در نخست اجازه بدین که من مراتب تعزیت و تسلیت خدا به مناسبت شهادت استاد وحید مجدی، یکی از فعالین صلح در فعالین ارسی صلح در افغانستان، به خانواده شان و ملت افغانستان و همه نهادها و فعالین صلح در افغانستان تقدیم بکنم. از الله متعال دعا میکنم که اونا را مغفرت بکنه و همچنان من ابراز نگرانی میکنم که باید صداهایی که به خاطر صلح‌خواهی در افغانستان و قطع جنگ در افغانستان از هر طرف بلند میشه، به صرف نظر با وجود دیدگاه‌های متفاوت در مورد صلح، چون صلح یک امر مسلم و نیاز مهم جامعه افغانستان است، باید این صداها در گلو خفه نشوه، آزادی بیان باید خدشه‌دار نشوه، باید اجازه داده شوه که صداهای مختلف از جهت‌های مختلف به خاطر صلح در افغانستان و قطع جنگ این صداها برسا بانه، بلند بانه، تا در نتیجه ما برسیم به طرف صلح. میتونه دیدگاه‌های ما در مورد صلح چگونگی رسیدن به صلح و تفاوت بکنه، لیکن مهم است که در نهایت جوهر قضیه، اصل قضیه است که ما به طرف صلح بریم. به این خاطر شهادت آقای وحید مجدی و همچنان حملات دیگه که صورت گرفته بعضی از فعالین صلح برای ما نگران کننده است. در مورد سوال شما درز بکنم که شما کلمه آغاز به کار بودین آقای بابک، ما گمان میکنم که آغاز نیست، مذاکرات رابطه بین ایالات متحده آمریکا و حرکت طالبان در مورد قضیه صلح، حتی بعد از تویت ترامپ در مورد متوقف شدن مذاکرات ادامه داشته و دوام داره، به این خاطر آغاز کار نیست. لیکن مهم است که این دلالت به این میکنه که صلح یک نیاز مبرم افغانستان است، صلح یک نیاز مبرم ایالات متحده آمریکا است و در نتیجه ایست که فضا برای رسیدن به توافق روی صلح و قطع جنگ در افغانستان و آتش بس در افغانستان، فضا و زمینه مساعد شده. همه اطراف درگیر جنگ در مجموع صحبت میکنن از صلح، به این قناعت رسیدن که حداقل به شکل نظری به این قناعت رسیدن که جنگ در افغانستان از طریق نظامی حل نمیشه و این برنده نداره از طریق نظامی. به این خاطر قضیه راه گزینه، تنها گزینه ممکن و میسر و خوب و مناسب قضیه رفتن به مذاکرات است و این مذاکرات ادامه داره. معلومات ما ایست که مذاکرات ادامه داره، جریان داره بین حرکت طالبان و ایالات متحده آمریکا، ای با وجودی که رسما متوقف شده بود، این مذاکرات جریان داره و قضیه تبادل اسیرای جنگی در اخیر، بندی زندانی ها و اسیرای جنگی در اخیر، این خودش نماینده عزیز که توافقات جریان داره و ما شاید در روزهای یا بگویم هفته های نزدیک، نه بسیار دور، شاید ما شاید تحولات بسیار دراماتیک شما خوشبین هستین در حرکتی که جریان دارد در مسئله مذاکرات با گروه طالبان؟ میتونه در سیاست هر چیز پیش شود، همه احتمالات موجود است، لیکن بر اساس معلوماتی که ما داریم، نه تحلیل، بر اساس معلومات عزیز که اما چیزی را که یک چیزی را که آقای ترامپ تاکید کرده که اکنون مذاکره یک روی یک توافق کار میشه، اما دیده شود که چی اتفاق میفته. فکر نمی کنید که آمریکایی ها شک و تردید دارد در مورد عملکرد طالبان و بیشتر بارمند نیستن بر همیشه دو طرف متخاصم، همیشه وقتی که دشمنی باشه، وقتی که جنگ باشه، دو طرف همیشه نمیتونن
برای که دیگه خود اعتماد کامل داشته باشن. همیشه احتمالات، هر احتمال موجود است، امکانات موجود است، لیکن با توجه به اینکه ایالات قیادت رهبری سیاسی ایالات متحده آمریکا و رهبری سیاسی حرکت طالبان تصمیم گرفتن که به یک توافق برسن و توافقم تقریبا تمام شده، این توافق چیزی نیست که نشه از نو مذاکرات کنن، بلکه تقریبا توافق نهایی شده. حتی به ما معلومات ما این بود و این هست که به حرفای اول توافق قبلا امضا شده بود، به حرف اول گپای تکنیکی، حتی مثلا میکانیزم، حتی فوکال پوینت ها مثلا تعیین شده بود، فقط منتظر اعلان بودن که یک مشکل پیدا شد. به هر صورت این مذاکرات حتما سر به سر گرفته میشه، حتما به طرف صلح ما میریم ان شاء الله به افغانستان زمینه ها. خوبی است که افغان ها در مجموع همه اطراف جنگ در افغانستان از این فرصتی که مساعد شده از این استفاده بکنیم تا کشور ما شاهد ختم جنگ، خاتمه جنگ و رفتن به طرف یک صلح عادلانه و پایدار باشه که مردم افغانستان یک نفس آرام بکشن و این کشور از فقر، از مخدرات، از حکومت ناکار و ناکام و کشور نجات پیدا کنه، به طرف استقرار و ثبات سیاسی بریم. امیدوار هستیم تا کاشو میشه ان شاء الله. آقای قیاسی، با اینکه در نو دور مذاکرات بارها این خوشبینی ها مطرح شده بود که افغانستان میره به طرف مسیر مثبت و یک صلح به دست میاد، اما دیده شد که در آخرین مراحل این مسئله به بنبست روبرو شد و هنوز هم به تازگی آقای ترامپ گفته که روی یک توافق با گروه طالبان کار میشه، او را هم گفته که دیده شود که چی اتفاق میفته. باور شما بر چی است در این مورد؟ باز سلام حضور بینندگان عزیز و دوستان حاضر در بحث، شما و همکارانتان. خب بحث صلح و جنگ در افغانستان یک بحث واقعا پیچیده و چند لایه و همینطور یک از نظر زمانی طولانی ترین جنگ در افغانستان بعد از فلسطین به حساب می آید و همینطور طولانی ترین جنگ به ایالات متحده آمریکا، که طبعا صلح امروز در سرخط خبرهای یا در سطح در سرخط تصمیم گیری های کشورهای به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار گرفته. یک روی کرده مثبت است برای مردم افغانستان سال ای تصمیم گیری ایالات متحده آمریکا و همینطور بقیه شرکا و همینطور طبعا همینطور دوستای شرکت کردن دکتر صاحب، صلح در افغانستان واقعا به مردم افغانستان به مساوی آب حیات مبدل شده، یعنی بیشتر اولویت نسبت به همه چیز صلح دیده میشه. خب وقتی شما از پیچیدگی و چند لایگی جنگ در افغانستان همینطور پدید مسئله صلح در وقتی که مطرح میشه باورمند میباشیم، طبعا شما پشت سر از این چند لایگی، چند دستگی و همینطور به اصطلاح تعدد بازیگرها در منطقه و همینطور فرا منطقه شما پیدا میکنین. وقتی که خب این برمیگرده به این که شک دارن که منافعشان در کجای از این طرح وجود داره و ضد منافعشان شاید وجود داشته باشه. این بازیگرها هر کدام برای خودشان در قبال افغانستان منافعشان با شماری از کشورها در یک مسیر قرار میگیره، با شمار دیگر در تقابل قرار میگیره. اینا همگی سبب میشه که روند مذاکرات صلح به کندی مواجه بسازه و به می ترتیب شما حتی مختل بکنه. طور دکتر صاحب اشاره کرد یک نکته باریک داشت در صحبتشان که مختل میسازن، چون بازیگرایی هستند که اصلا واقعا تعجب آور است که شاید اصلا با قبول نداشته باشند که رابطه حسنه یا عادی بین کشورهای همسایه به ویژه پاکستان افغانستان داشته باشه. یک وقفی کوتاه میگیریم دوباره به ادامه صحبت هایتان ادامه برنامه پس از وقفی کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. شما در مورد مختل سازی این پروسه بیشتر ابراز نگرانی کردید آنچه که آقای وزین هم گفت، اما به این باور هستین که با توجه به مجموع شک و تردیدهایی که در مورد عمل کرده دو طرف مطرح است با خواستای بسیار مشخص جنای افغانی حکومت افغانستان، به با این باور هستین که این پروسه که قرار است آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته که جریان داره روی از او کار جریان داره، این واقعا مسئله جنگ افغانستان بتانه که تا حد به طرف مسیر اساسی شرکت این بستگی داره به این که کسی که رهبری از جنگ به عهده داره
و میخواهد واقعا یا ببخشید رهبری روند صلح و پروسه صلح به عهده داره که بیشتر در رأس از این مسئله. خب طبعا شما میبینید ایالات متحده آمریکاست چقدر جانب درگیر به این پروسه را دخیل میسازه و با یک شفافیت و کار جریان پیدا میکنه. به این معنا شفافیت به خاطر چی؟ شفافیت به خاطر اعتماد سازی بین طرف ها. اما اگه باید از جزئیات پیشرفت صلح آگاهی داشته باشند، به ویژه دولت افغانستان، به ویژه دولت افغانستان که باید در نهایتش این صلح از جاده قدرت دولتی در افغانستان میگذره. چرا منازم منازعه قدرت از در افغانستان که صلح برای عزیز که چگونه در ساختار قدرت دولتی افغانستان چی تغییرات و چی به اصطلاح چشم‌اندازی وجود داره که همگی به او قناعت بکنن و کشورهای درگیر در پشت صحنه که جنگ دامن میزنن و به خاطر صلح چقدر میتونن در کنار هم منافع یکدیگرشان در تفاهم هم قرار بگیره، نه در تقابل هم. تشکر. این یک پروسه یا روند است که نیاز به بستگی داره به تصمیم گیری های کلان. سپاسگزارم. آقای صدیقی، چیزی داره که رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با آقای غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که مثلا مسئله برقراری آتش بس از پیشرفت‌های اساسی گفتگوی صلح با گروه طالبان است، چیزی داره که طالبان تاکنون قبول نکرده، هرچند پس از تبادله سه زندانی با استادان آمریکایی و یک تعداد از سربازهای اردوی ملی یک فضای مثبت ایجاد شده در مسئله گفتگوهای صلح. اما به این باور هستین که این فضای مثبت واقعا به معنای واقعی باشه و در حد بحث‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای نباشه؟ بنابرای خداوند با شما جناب دکتر صاحب، جناب قیاسی صاحب و میندوات ریزون خورشید عرض احترام میکنیم. به هر سلام، امیدوار از هستیم که پروژه هایی که وجود داشت پای در پای، امیدوار از هستیم که صدای ملت افغانستان می است که پروژه طالب پروژه آخری جنگ بوده باشه در افغانستان. ولی ما بازم به دیده شک میبینم، به خاطر که ما شما شاهد ازی هستیم که ترامپ انتخابات دارد در پیشو و بیشتر برنامه های کمپانی وجود دارد تا به ملت خود یک امیدواری بده و اونا را قانع بسازد که ما در پروژه افغانستان زحمت های زیاد داشتیم. حتی راهی دو زندانی استاد آمریکایی که شهروند آمریکایی بود که استرالی بود، یعنی یک برنامه کمپانی بود در مجموع. اگر اراده قاطی می داشتن به خاطر رهاسازیشان چرا این برنامه را چند سال قبل نکردن؟ یعنی به این معنا که اینا را ما به ده شک میبینیم، به خاطر که اکثر این برنامه ها برنامه کمپانی وجود داشته. ولی امیدوار از این هستیم که ما چطور بتانیم که لابی خوب کرده باشیم که جنگی که امریکایی ها در افغانستان پلان دارن با کدام زمانی، حداقل لابی خوب کرده باشیم که اونا را وادار بکنیم که یک اندازه پلان های خود تجدید نظر بکنن و جنگ در افغانستان کاهش بدن. ولی ما امیدوار از این هستیم که بیشتر ما مسئول هستیم، البته در مجموع سیاسون ما که دست به دست هم بتیم، این به ما خیلی مهم تر است. یعنی شما نگران از این هستیم که پروسه صلح قربانی شتاب زدگی برنامه کمپانی و انتخاباتی ترامپ خواهد شد؟ ما در مجموع همیشه ما در مطبوعاتی گفته ایم، ما شما شاهد صحنه هستیم. ببینیم بیش از یک سال در شروع پروسه خلیلزاد که آغاز به کار کرد به پروسه صلح، اونا دیدیم که گفتن که بسیار به سرعت ما کار میکنیم در پروسه صلح، ولی متاسفانه که ببینیم که 8 بار 9 بار حالا باز هم خلیزا که در قطر اومده، اونا ملاقات های پنهانی که دارن، ولی متاسفانه که ما دستاوردهایش هم صفر میبینیم. به خاطر تا زمانی که ما کار جنبه عملی پیدا نکند، به نظر ملت افغانستان ما با ما قبول نخواهد باشند. یعنی پروسه صلح فعلی هم که است برای ما تا وقت قابل قبول نخواهد باشه. البته ما حمایت کردیم، حمایت میکنیم، از استقبال میکنیم، ولی امیدوار از هستیم که یک طور جامعه عملی پیدا بکنه. این با ما خیلی مهمتر است. و کلی طالبان هم اونا یک پروژه هستن مربوط به کشور دیگه میشن. چطور بتانیم که طالبای افغانی این ذهنیت پیدا بکنن که از این پروژه سازی دست بکشن و واقعا صلح بین افغان داشته باشن؟ ببینین اونا میگن که گفتن که دو سناتور آمریکایی که پیشنهاد کردن طرح دادن به خاطر یک البته نظارت همچنان مداخله کردن در پروسه افغانستان، اینا در دخیل هستن، مداخله مستقیم کردن افغانستان، اینا با طالبان مستقیم در تماس هستن، از ما کرده، یعنی مستقیم مداخله کردن است، نظاره کردن است. این ضروری نیست که بعضی ویای وقت خود باشد و یک صفحات اجتماعی مطبوعات ما پر رنگ بوده باشد که گویا به این معنی که سنای آمریکا دو سناتورش در پروسه سال یک پیشنهاد کردن، در حالی که دولت افغانستان ما در جرگه مشورتی اونجا بودیم که ملت افغانستان صدایش همی بود که ما صلح میخواهیم با این شرایط. البته ماده اصلی بوده باشه که بدون کدام قید شرط بین در کنار هم زندگی بکنیم، خود کاندید بکنیم و در پالوی از او
پیشت و سالی است که اول ما باید آتش بس بکنیم. ایره پیشنهاد تمام ملت افغانستان بودن، ولی امیدوار از این هستیم که چطور بتانیم که ایره ما امریکایی ها را ما زیارت داده باشیم، ایما همکاری کردن، کمک های کردن، ما از اونها تشکر میکنیم. ولی یک موضوع ما باید بپذیریم که بیشتر مقصر بدبختی در کشور ما ها هستیم. نباید ما دیگران را مقصر بدانیم که در افغانستان کی ها بیشتر زیده خط جنگ بودند. مسئول اصلی ما هستیم که در بدبختی در کشور، در ویرانی کشور. چیزی که به عنوان نقطه نگران کننده مطرح میشه، بحث بازی بسیار مرموز با پروسه صلح افغانستان است. آقای صدیقی، در گذشته شما دیدین که در نو دور مذاکرات با توجه به اینکه یک بخش خوشبینی ها ایجاد شده بود و حکومت شدید نگران بود از عملکرد آمریکا در مسئله مذاکره با گروه طالبان، اما دیده شد که اقدامات ناقص صورت گرفته و در اغلب موارد در توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان سلیقه های شخصی دخیل شده. شما هم مسئله انتخابات آمریکا را مطرح کردین، آیا این نگران از این نیستین که یک بار دیگر با پروسه صلح افغانستان به نحو بازی صورت بگیره که بر مدت کوتاه دستاورد وجود داشته باشه اما در دراز مدت یک بار دیگر افغانان به خاک خون بدن؟ من فکر میکنم که در مجموع قبل که ما شما اشاره کردم، اونا در افغانستان نمیخواین که در افغانستان به این معنا که در افغانستان جنگ از بین برده شود. اونا پروژه های خود ادامه دارن، اونا در چین و روسیه را حریف خود در جنگ دخیل ساختن، قسمی که در سوریه دخیل ساختن، قسمی که در عراق دخیل ساختن. اونا به نحوی میخوان که این پروسه را ادامه بدن و ممکن که ظاهرا در صفحات اجتماعی مطبوعات یک نشستای وجود داشته باشد، حداقل جنگ یک در اکنون کاهش داده باشد به این معنی که پروسه سال ما موفقانه پیش میرد. ولی بعد از ختم پروسه انتخابات ما فکر نکنیم که در افغانستان ما شاید ختم جنگ بوده باشیم، ولی ما امیدوار از این هستیم، حمایت میکنیم، استقبال میکنیم و تشنه سال در افغانستان هستیم. ولی یک موضوع ما میخوایم که به امریکا اشاره داده باشم، وی است که ببینید زمانی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان اونا داخل شدن و مجاهدین غیر مستقیم توسط عربستان و سعودی حمایت کردن، در شروع ببینیم که مجاهدین با سلاح بسیار خفیف داخل جنگ بودن، ولی به مرور زمان روسا را زمان دخیل ساختن که بالاخره بعد از او مجاهدین اشتنگر قرار دادن بعد از مجاهدین وسایل پیشرفته جنگی در اختیار اونها قرار دادن، بالاخره اونها را به زانو آوردن. این را باید داشته باشیم که عین کار پروسه را فعلا روسا در پلان دارد. امیدوار از این هستیم که امریکایی ها تجدید نظر بکند و امیدوار از این هستیم که بدانند که زمانی که اونها صدا کردن با رئیس جمهور افغانستان خواهش کردن به خاطر رهایی دو زندانی، البته ما دخیل بودیم در پروسه ولی او رها شدن. امیدوار از این هستیم که صداقت ما را در نظر گرفتن، با ما هم صداقت همکاری بکنن. سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای وزین، با توجه به اینکه شما گفتین که پروسه ادامه داشته و خوشبینی های زیادی وجود دارد در مورد برقراری صلح با گروه طالبان، اما پرسشی را که از آقای صدیقی مطرح کردم در مورد استفاده مقطعی از بحث مذاکرات، شما چقدر نگران از این هستین که یک بار دیگر استفاده مقطعی صورت نگیره از مسئله مذاکرات صلح افغانستان با گروه طالبان؟ ببین استاد، مثلا اصلا کنش های سیاسی در مجموع عملکرد های سیاسی بر اساس منافع صورت میگیره، منافع انتخاباتی، منافع حزبی، منافع ملی، اشکال مختلفش. و ما اینو نمیتونم رد کنم که شاید رسیدن برای توافق، رسیدن به توافق میان ایالات متحده آمریکا و حرکت طالبان یک نیاز و ضرورت انتخاباتی آقای ترامپ و جمهوری خواه باشد، کنار از اینکه نیاز و ضرورت ایالات متحده آمریکا هم است، به خاطر اینکه نظر اقتصادی و نظر جنگ در آمریکا در یک جنگ درگیر است که جنگ خودشان میفهمند و اعتراف میکنند که این جنگ برنده نداره، ما در جنگ پیروز نمیشیم. به خاطر تنها گزینه رسیدن راه حل سیاسی است. این حکومت آمریکا در موجود زیر فشار افکار عموم قرار داره، یک وزیر فشار میدیا و رسانه‌ها در آمریکا. ممکن است استفاده مقطعی صورت بگیره، لیکن یک تقاطع میتونه موجود باشه که زیاد رک و استفاده آقای ترامپ است و حقش است که استفاده بکنه به خاطر اهداف خود، به خاطر دیدگاه خود. لیکن یک گپ دیگه است که فعلا یک ضرورت است، ضرورت افغانستان هم است، ضرورت ایالات متحده آمریکا هم است، ضرورت حرکت طالبان هم است در مجموع. به این خاطر این ضرورت که هر کدام با تمام طرفی ضرورت فرق میکنه، ضرورت حرکت طالبان یک ضرورت است، مردم افغانستان دیگه ضرورت شاید داشته باشن، ایالات متحده آمریکا دیگه ضرورت، لیکن در مجموع همه ضرورت ها به یک نقطه جمع میکنه که او ضرورت همه است که باید افغانستان
به یک توافق برسیم. البته درسته که ضرورت است، اما در ضرورت اینجا خواستای متفاوت و سلیقه های متفاوت وجود دارد. شما میبینید که مسئله صلح افغانستان از مسئله داخلی بیرون شده و بیشتر بیشتر به بازی های منطقی و کلان جهانی ما بدل شده. باور هستین که واقعا ضرورت؟ بله، ما احساس میکنم که صلح افغانستان ضرورت پاکستان است، ضرورت ایران است فعلا در مرحله کنونی، ضرورت آسیای میانه و روسیه است در مجموع، حتی ضرورت هند، ضرورت چین افغانستان است. به خاطر که همه به اتفاق رسیدن که بی ثباتی افغانستان میتونه منجر به بی ثباتی کشورهای مجاور شود. به خاطر ما عرض میکنم که فعلا یک زمینه مساعد شده برای قطع جنگ در افغانستان. البته من میخوام یک نکته عرض کنم، اون خیلی مهم است که تنها رسیدن حرکت طالبان به یک توافق سیاسی با ایالات متحده آمریکا به معنای صلح پایدار در افغانستان نیست. میتونه جنگ کاهش بده، لیکن اصل قضیه است که آیا اطراف دیگه جنگ در افغانستان صحیح است که ایالات متحده آمریکا و حرکت طالبان دو طرف مؤثر جنگ در افغانستان هستند، لیکن دو طرف دیگه مهم هم در جنگ و صلح افغانستان وجود داره که حکومت افغانستان است، یکی هم احزاب سیاسی و نیروهایی که در گذشته با طالبان در جنگ بودن، در تشنج بودن. اینا هم است. به این خاطر یک صلح پایدار مقتضی رسیدن توافق، رسیدن به توافق بین چهار طرف است، یعنی چهار مربع مثلا که حرکت طالبان، ایالات متحده آمریکا، حکومت و همچنان احزاب سیاسی در افغانستان. به خاطر این چهار جهت مؤثر در جنگ، اینا باید یک نقطه دستور به صلح باید برسن، یک نقطه باید برسن. و مهم متاسفانه دو مشکل کلان ما داریم آقای بابک، یک ارتباط صلح، یکی است که هنوز متاسفانه طرف این طرف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی نتونستن که به یک توافق یا اتفاق یا اجماع سیاسی برسن که ما یک مرجع با صلاحیت معتبر قابل اعتماد مؤثر برای مدیریت مذاکرات صلح با حرکت طالبان داشته باشیم. یعنی فعلا حرکت طالبان رو به صراحت میگن که ما یک طرف پارتنر و شریک ما ایالات متحده آمریکا است، درست، لیکن متاسفانه در طرف مقابل ما یک پارتنر و شریک نداریم که امرای ما در گفتگو شریک شویم. مثلا متاسفانه در این طرف نه حکومت افغان، نه حکومت، متاسفانه حکومت آنچه که حکومت وحدت ملی خوانده میشه، نه حکومت، خصوصا یک جنای حکومت که جنای دکتر صاحب اشرف غنی در حکومت، و نه هم احزاب سیاسی در افغانستان در مجموع نتانستن که یک اجماعی را تشکیل بدن، یک حیات، یک مرجع مقتدر مؤثری که بتونه مذاکرات صلح مدیریت بکنه و همچنان نقاط اساسی را مطرح بکنه که ما به اتفاق برسیم. به این خاطر اگر از یک طرف امیدواری است که بخشم این تکمیل کنم که توافق حرکت طالبان با ایالات متحده آمریکا یک جنگ سبب جنگ کاهش جنگ میشه، تخفیف میده، لیکن اگر مذاکرات بین الافغانی به معنای واقعی کلمه آغاز نشه و حکومت هنوز هم اصرار کنه که بعضی مامورین خود به مذاکرات بفرستد یک جای، یقینا مثل تجربه ناکام است. حکومت باید کاری که بکنه ایست که من حیث حکومت و مرجع مطرح احزاب سیاسی را، جهت های شخصیت های سیاسی مؤثر در یک چوکات گرد بیاره که اونا یک مرجع مقتدر برای صلح باشن که به خاطر صلح و جنگ افغانستان تصمیم بگیرن، و اون وقت ان شاء الله تعالی که ما میریم به طرف صلح. مهم داخل است که فرصت ضایع نشه. سپاسگزارم آقا قیاسی. اگر با واکنش های نو دور مذاکرات در درون آمریکا توجه شود، در اون زمان دیده میشد که اغلب به زیاد از سیاست مدارای آمریکا خلاف مذاکرات جاری در اون زمان بود با از طرف دولت آمریکا، و این ثابت هم شد که دولت آمریکا و تیم حیات مذاکره کننده طالبان آمریکا با خیلی نواقص به پیش رفتن و بیشتر این نتیجه به دست آمد که اینها برای یک چیز سیاست داخلی خود به خاطر انتخابات خود میخواستن که تعجیل بکنن در کار خود. این بار هم عین نگرانی مطرح است. کنگرس آمریکا مطرح کرده که قانون نظارت بر پروسه مصالحه افغانستان باید از طرف کنگرس تصویب شود، مجلس شورای آمریکا، و این نگرانی ها در داخل افغانستان هم وجود داره. باور شما بر چی است؟ شما چقدر نگران هستین که یک بار دیگر به شکل اساسی به پروسه صلح پرداخته نشوه و بیشتر این پروسه با عجله و شتاب زدگی به خاطر نزدیک شدن به انتخابات آمریکا به پیش بره و بالاخره پروسه ناقص بشه؟ خب ما به ایالات متحده آمریکا حق میتیم که به اساس منافع خودش تصمیم بگیره. ما حق نداریم که از یک کس دیگه تقاضا کنیم که بین منافع ما را در نظر بگیرین. یک کسی عاشق چشم ابروی کسی نیست. اگر ایالات متحده آمریکا امروز در منطقه حضور داره، خب منافعش حکم میکنه، دفاع از به اصطلاح امنیت ملی خودش حکم میکنه که اینم از اینم میکنه و حضور داره برای جلوگیری از آسیبایی که به اصطلاح ایالات متحده آمریکا تجربه شده در 2001 داره، یا بعد از او یا قبل از او. این یکش است. اما ما کیستیم؟
ما باید به منازعه ملی شما نگران به این نیستین که ما نت قربانی همین منافع آمریکا شد ببینین و سال افغانستان قربانی شد طبعا اگر ما نجنبیم اگر ما مشکلات داخلی خود ما را حل نکنیم اگر ما با بارها از این پشت این میز گفتیم و این باورم است ما در افغانستان در یک بحران منازعه ملی قرار داریم درست است ما تا به منازعه ملی خود ما کالا مؤلفه ها و خواستگاه ها و به اصطلاح نیازهای خودش داره و تعریف خودش داره با چی سبب شده که ما این منازعه ملی پایان پیدا نمیکنه در افغانستان و هر روز ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره این بس جداگانه است اما ما تا به این نقطه پایان نگذاریم و به عنوان یک دولت قدرتمند به اصطلاح عرضه نکنیم دولت منظور ما ایست که قدرت سیاسی قدرتمند ببینین دولت به تنهاییش یک قدرت سیاسی نیست قدرت سیاسی را وقتی در محیط بین المللی یک دولت تمثیل میکنه که نیروهای سیاسی اجتماعی را در راستای منافع کلان ملی به دنبال خود داشته باشه و با اونا یک جا با یک تفاهم قدرت سیاسی را تمثیل بکنن ما کار ما در این بخش مشکل داره. بنان ما تا وقتی که در این نقطه به اصطلاح به تفاهم نرسیم ما نمیتونیم به اصطلاح فعل و انفعالاتی را که در محیط بین المللی در چارچوب نظام بین الملل شکل میگیره به نفع خود ما بکشانیم. مثلا بار پیش چیزی که حکومت افغانستان برای ما نگرانی مطرح میکرد در پیوند به منافع داخلی منافع ملی افغانستان بود و مواردی را که تاکید میکرد او ثابت هم شد دیده شد که آمریکا در مغایرت با منافع افغانستان حرکت میکرد اما چیزی که توقع میره از آمریکا به عنوان متحد استراتژیک افغانستانی است که منافع افغانستان هم باید در نظر گرفته شود. به باور هستین که در این دور مذاکرات خب چیزی را که به عنوان خط سرخ بر ما است در اونجا عرض ما همیست خب ما یک جایی که منافع خود مشترکن منافع ملی خب با یک تعریف خود داشته باشه امیر چگونه باید از آن خود ببینین ما یک کشوری نیستیم که خود ما به عنوان یک قدرت بازیگر اصلی باشیم در چارچوب در شعای منافع ملی خود ما در منطقه و در جهان و سیاست های کلان دنیا را در حول منافع خود ما بچرخانیم خیلی از کشورها هستند که میچرخانند چون از نظر دارای یک قدرت هستند که تاثیرگذار هستند در روند تعاملات بین المللی درست ما کشوری نیستیم که در روند تعاملات بین المللی و مناسبات بین المللی تاثیرگذار باشیم بنان ما وقتی که از این فرصت ها باید استفاده کنیم وقتی که در محیط بین المللی در چارچوب نظام بین الملل شما میبینین کارهای صورت میگیره فعل و انفعالات در حال انجام است از جمله همین مسئله به نزدیک شدن انتخابات ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا رئیس جمهورش میخواهد دستاوردهایی داشته باشه و به او خاطر حالا فرضیه هایی است که مطرح شد وکیل صاحب هم سناتور صاحب هم مطرح کرد دکتر صاحب هم اشاره کردن به اونا این مسائل است که خب این اتفاق میفته این کشورها به خاطر منافع خودشان کارهایی را انجام میتن که یک جای از او برمیگرده به ما و ما باید از این استفاده کنیم استفاده بهینه بکنیم خب اگر اونجا موقتی و مقطعی است ما این را نهادینه بسازیم ما این را بگیریم از خود بسازیم و این قدرت از خود ساختن یک بخشی از بازی‌ها را که در سطح بین المللی جریان پیدا میکنه در چارچوب منافع خود ما از آن خود بسازیم و این قدرت را باید داشته باشیم قدرت طرح کلان خود نداریم به خاطر از اینکه از او قدرت برخوردار نیستیم که سیاست های دنیا را به چارچوب منافع خود ما بگردانیم اما وقتی که دیگران مطرح میکنن یک بخش از او مربوط افغانستان میشه باید این قدرت را پیدا بکنیم که او را بیاریم در وطن خود ما و به منافع مردم خود ما از او استفاده بکنیم و او را نهادمند بسازیم ولو مقطعی است در اون مقطع و ما باید تیره به یک نتیجه برسانیم و او عبارت از امیست که ما چطور بتانیم یک چشمنداز برای سال یک سیاست برای آوردن سال در افغانستان داشته باشیم انتظارم نداشته باشیم که در 6 ماهی را به پایان میرسانیم در 1 سال به پایان میرسانیم مهم آغازی زیر روند سال هست که ما چقدر چند سال طول میکشه بگذاریم دولت امروز دولت آینده هر به اصطلاح شاید 10 سال دیگر طول بکشه تا ما این ریکانسلیشن داشته باشیم و واقعا هر کس در جای خودش قرار بگیره و هر کس مطابق به شرایط امروز در تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان نقش موثر خود داشته باشه و او اعتماد به وجود باید بیاره سپاس ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه با ادامه برنامه خوش آمدید
آقای صدیقی، در پیوان به نقش حکومت افغانستان به چی باور هستین؟ هرچند که پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور افغانستان و بیشتر قدردانی از مسئله تبادله زندانیا و دعوت به آمریکا و مسئله پیش شرط آتش بس بیشتر خوشبینی ها مطرح میشه، با این باور هستین که این بار بحث نقش حکومت افغانستان نسبت به بار گذشته متفاوت‌تر باشه و اینجا حکومت افغانستان هم به عنوان یک طرف مذاکرات ارزنده میکنه؟ با تایید گپای دوستا، یعنی در مجموع دمی طول مدت 10 سال 20 سال که افغانستان طالبا ورشکست میشه، حکومتای که در افغانستان میای اونا کلشان اراده داشتن که در افغانستان صلح بیان. اونا خیلی با قاطعیت، خیلی با جدیت، خیلی با کمال میل اونا لقمان بودن که در افغانستان یک صلح دائمی بیان. ولی متاسفانه ما شما شاهد ازی هستیم که یک تله بالای ما قطع بکنه، ما شما هیچ چیز قرار نمیدونیم. هدف این است که ما نماینده مردم خود هستیم، باید به ملت خود واقعیت ها را بیان بکنیم. این ملت از ما تقاضا داره که در وضعیت چه قرار است، باید اینا چی انتظار داشته باشند. یعنی در کل حکومت فعلی هم تانست اندازه خیلی زیاد، یک از نمونه مثالش هم جناب حکمتیار صاحب بود که بدون کدام قید شرط اونا آمدن و جای زمینه مساعد کردن و حتی کاندید شدن برای ریاست جمهوری، کل گپا را به خاطر تامین امنیتشون یک اراده وجود داشت. البته اراده حکومت و اراده ملت است، به خاطر که برای ملت آمده اینجا. یعنی در کل ما توانی خود تا اندازه ای که بوده به خرج دادیم، ولی متاسفانه قسمی که دوستان اشاره کردن، منافعی که هر کشور باید منافع خود در نظر بگیرن. آمریکایی ها هیچ وقت به خاطر منافع ما و شما کار نمیکنن، اونا تمام گپاش منافع خودشان است. ما به شما یک مثال میتونم، در سوریه زمانی که اونا در نقاط مختلف اونا بیسای داشتن، ولی زمانی که تمام نقاط بیسا را ترک میکنن، فقط در جای اونا تقرر حاصل میکنن، جای میداشته باشن که نفت، چاهای نفت وجود دارد. اونا میگن که به خاطر تامین امنیت چاهای نفت ما جابجا شدیم. ببینین اونا منافعشون به قسمت هستن، جمع کردن اینجا، ولی منافع در هر جایی که تیل است اونا مصروف هستن. ولی گپ مهمی است، ما اونا را ملتش و حکومتش قدر میکنیم، به خاطر که به آینده های ملتشان متوجه هستند. آفرینشان با سیاسیشان. هر کشور باید به خاطر منافع خود کار بکند. ولی در طول زمان 24 دهه که در افغانستان وجود گرفتم، ببینین با سیاسیون ما با اکثر احترام داریم، ولی متاسفانه بعد از سیاسیون ما اکثر متوجه منافع شخصیشان بودند. چقدر یک از سیاسیون ما متوجه منافع کشور بودند. ما کشوری که بدبخت ساختیم بیش از 4 دهه ما افغان بودیم، البته یک قشر محدود که بیش از 30 میلیون ما آواره بیچاره کردیم. ما هیچ وقت آمریکایی ها را ما ملامت نمی کنیم، کشورها را ما ملامت نمی کنیم، مقصر اصلی ما ها هستیم. پروژه مجاهدین ببینین، مجاهدین در افغانستان سلاخان جهاد کردن، ولی منافع را کی به دست آورد؟ آمریکایی ها. اتحاد جماهیر شوروی شکست می خورد، اروپایی ها کشورهایش اکثرا استقلال اصول به دست میارد، آمریکایی ها یک اتحاد می شد، اول قدرت می شد، ولی ما در بدر شدیم. یعنی به معنی که همیشه ما چه سوخت هستیم. امروز همچنان نوره امنیتی ما به خاطر بیشتر به خاطر در مقابل مخالفین بجنگند. طالب همچنان طالب افغانی که هستن، اونا پروژه هستن، به خاطر دیگران بجنگند. ولی دو طرف که هست ما افغان کشته میشیم. ما امیدوار از این هستیم که افغانای ما یک اندازه پذیرفته باشن، واقعیت را درک کرده باشن. و خواست ما از سیاسون ما در کلی است که واقعیت را به ملت گفته شود، بگویم، به خاطر که این ملت ما، این مردم ما متوجه است که ما چقدر واقعیت انتقال میدنیم و چقدر اونا بپذیرند. بخصوص علمای افغانستان نقش اصلی کلید خود دارد که اینجا اونا بیشتر توضیح بدن، قسم که علمای ایران که است توضیح میدن که بفهمن که جنگ نیست، جهاد نیست، فقط جنگ است. سپاس دارم آقای وزین. در پیوند به وجود آمدن یک دیدگاه واحد داخلی در مسئله صلح که یگانه راهی است که ما میتونیم در برابر گروه طالبا بیشتر موضع خود محکم نگه بداریم، در دور گذشته مذاکرات شما دیدین که گروه طالبان با تمامی جرأت و شجاعت می آمدن، گاه آیت افغانی را نمی پذیرفتن، گاهی هم به فرمایش خود حرکت ها را انجام می دادن. فکر می کنید که این در این بار ما افغانستان دارای یک دیدگاه واحد داخلی شود در خصوص مذاکرات با گروه طالبان؟ ببینین ما قرار باشه که واقعیت ها را بگویم. یک واقعیت بسیار
تلخ متاسفانه امیز که فعلا ایالات متحده امریکا در افغانستان از یک طرف همه چیز به دست داره و یک واقعیت است باید کل اعتراف کنه. پیشتر جناب مثلا طور صاحب گفتن که اگر یک روز تیل بند کنن تیل نباشه، معنی چیز که تصمیم نهایی اول اخیر امریکا میگیرن. در قضیه رهاسازی دو استاد پانتونی امریکایی هم شما دیدین که گزارش ها همیشه همیش رسانه ها گزارش دادن که تا حکومت افغانستان در آخر گپ خبر شد که اینا بخواه امریکا تصمیم گرفته بود که بعد دو کس تبادله بکنه، به این خاطر نقش حکومت افغانستان فقط در حدی بود که حکومت افغانستان اخبار شد، خبر شد که ما این کارو میکنیم شما در جریان باشین. یعنی متاسفانه حکومت در نتیجه عوامل مختلف ما اسبابش نمیرم، حکومت متاسفانه اعتراف کنیم که یک جهت ضعیف در قضیه افغانستان است و این حکومت با این ترکیب با این وضعیت و با این کارایی و با این دستاوردی که متاسفانه داره، این حکومتی که فعلا است، ای که با دیگه چی میشه، متاسفانه در موقعیت نیست که تنها در مورد جنگ و صلح تصمیم بگیره. واقعیت است که در افغانستان کسایی که فعلا یک کشور 40 سال جنگ بوده، اطراف جنگ مشهور تنها یک حکومت یک طرف جنگ است. حکومت افغانستان یقینا یک طرف جنگ است، باید در مذاکرات داخل باشه، باید نمایندش وجود داشته باشه، لیکن این حکومت فقط یک ضلع مربع است، یک ضلع آمریکایی است، یک ضلع طالبان است، یک ضلع دیگه در اینجا احزاب سیاسی در افغانستان از جهت هایی که با طالبان جنگیدن قبلا و در آینده هم امکان داره که اگر تفاهم نشه اونا بجنگن. به این خاطر اگر ما بخوایم به صلح برسیم، واقعگرا باشیم، ریالیست باشیم، واقعیت جامعه افغانستان درک بکنیم و دوراندیش باشیم و آینده را در نظر بگیریم بر اساس واقعیت ها، مهم است که از این فرصت استفاده بکنیم و در این طرف فریاد طالبان به این برآمده که در این طرف که پارتنر و شریک نداریم، ما با کی گپ بزنیم؟ با مامورین حکومتی که دکتر سپه اشرف غنی چند نفر مامور خدا من حیث نماینده روان کنه، خب با این طالبان نمیشینه. اونا نه در جنگ همی که لسار شما دیدین دو کسایی بود که اونا بعضیشان دشمن صلح بودن، دمی لیستایی که برآمده بود، لیست دیگه برای کسایی که اصلا اینا از صلح با نام صلح حساسیت دارن، الرژیک هستن، اینا در هیچ شرایط صلح نمیخواین، به خاطر اینکه همیشه طرفدار جنگ هستن، اینا میخوان که دمی موقعی که ما قرار دارم، این پولی که ما پیدا کردیم، چوکی که ما پیدا کردیم، امکانات که ما پیدا کردیم، همین باقی بونه الی الابد افغانستان جنگ باشه، مشکل نیست، کل دنیا رو آب بگیره، مرغابی رو تا پایش آب است، هیچ اشکال نداره. لیکن در طرف قضیه دیگه است که مردم کشته میشن، مردم هر روز افغانستان ویران میشه، خانه های مردم ویران میشه، فیج فقر است، مخدرات است، جنگ تنها ویران نمیکنه، جنگ اخلاق مردم خراب میکنه و معنویات از بین میبره، از توسعه و انکشاف ما را باز میمونه. به این خاطر خیلی مهم است که ما به طرف صلح بریم و فعلا اصل قضیه است که حکومت با احزاب سیاسی در مجموع یک مرجع با صلاحیت برای مدیریت و برای پیشبرد و همچنان برای رسیدن به توافق در قضایای سرنوشت‌ساز افغانستان، آینده نظام، آینده حکومت، شما میگین که ایجاد دیدگاه واحد داخلی در نتیجه مدیریت حکومت به وجود میاد. ما در یک صحبت با آقای خلیزاد بودیم، آقای خلیزاد دو ماه پیش که بخیبه بود صحبت ما بود، برای ما آقای خلیزاد در این صحبت گفت که ما متاسف هستم که ما 8 ماه شده مذاکرات شروع کردیم، لیکن متاسفانه شما جانب کابل در افغانستان به این طرف شما شخصیت های سیاسی حکومت قادر نیستین که شما یک هیئت تعیین بکنین، لیست بسازین برای هیئت مؤثر. و گفت که ما متاسف ایران هستم به شما که چه کشور شما میسازد، همین الفاظ و کلماتش بود، الفاظ و کلماتش که شما به توافق نمیرسین، اگر شما به توافق نرسیدین، تشکیل هیئت ندادین، ما ناگزیر هستیم که یک طرفه با طالبان بریم. و در اوزر تشویش ما ایست که آقای دکتر سپه خلیلزاد است گفت تشویش و نگرانی ما ایست که توافق یک طرفه ما با حرکت طالبان منجر به ادامه جنگ در افغانستان میشه و ما مجبور شدیم شاید گزینه داشته باشیم، لیکن نمیخوایم به او گزینه بریم. به این خاطر خیلی مهم است که من میخوام بگم از تریبیون شما استاد محترم که فعلا هر چیز که ما یعنی ادامه جنگ میتونه افغانستان رو به انفجار برابر کنه. شما یقین داشته باشین که اگر نشد مردم به حد برس، اگر حکومت به وظیفه خود عمل نکنه در قسمت مسئله قضیه صلح به اصطلاح از سرزوری کار بگیره و مامورین خود روان کنه به نیست حیات صلح که برای مردم قابل قبول نیست، برای طالبان قابل قبول نیست، شما یقین کنین که ممکن است مردم افغانستان در همین شهر کابل مانند ایران و مانند عراق و لیبیا و لبنان مردم به خاطر صلح به بازار برن و به بسترک‌ها بریزن و حکومت از یخنش بگیرن، کسا را بگوین که شما بین حیات بسازین دقیقه و طبعا اون کاری است که خدا نخواسته عواقبش خیلی خطرناک است و بازیگر او افغانستان کشور را میبره به یک طرف مجهولی که ما نتایج خطرناک از دور پیش بینی کرده نمیتونیم و ممکن است هر چیز واقع شود. بنان عرض ما است که حکومت به جای از اینکه بحران آفرین باشه، حکومت تلاش بکنه که بحران کم کنه و تنش انتخابات متاسفانه که موضوع بحث ما نیست، یک چیز دیگه است که ما را میاره به طرف یک آینده مجهول. مهم است که همه اطراف باید مسئولیت بکنن. تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به وجود آمدن فضای جدید برای گفتگوهای صلح با گروه طالبان، آیا ظرفیت‌های داخلی برای مدیریت
وضعیت جدید با توجه به اینکه در گذشته نگرانی ها در مورد عملکرد آمریکایی ها در خصوص گفتگو با گروه طالبان مطرح بود، اما دیده میشه که این بار تا حد نگرانی ها رفع شده. چقدر ظرفیت های داخلی به خاطر مدیریت وضعیت وجود داره؟ بنوان پرسش آخر و جنبندی از حسین میمانو میپرسم. آقای قیاسی بفرمایید. بله، من اول باید عرض بکنم که راه رسیدن به صلح از کابل میگذره، این شک نیست. کابل دولت خود آماده سازه، همونطوری که دکتر صاحب اشاره کردن، باید یک طرح صلح و یک گروهی از مذاکره، چی حالا از منصوبین دولتی هستند چی دولت غیر دولتی، اینا همگی فرزندان از این سرزمین هستند و باید نقش داشته باشند، توانایی مذاکره را که دارند باید حضور داشته باشند. مهم است که اینا از تمام نیروهای سیاسی اجتماعی و دولت ممثل یک قدرت سیاسی باشند وارد مذاکره شوند. یک و ای که طالبا گزینشی برخورد میکنند، ما با او میبینیم با او نمیبینیم، خودتان چه کار هستین؟ خودتان نمایندگی از کی میکنین؟ یک مقدار اونا هم چی بیان. دو مسئله که پیش آمده است که موضوع انتخابات و صلح با هم تقریبا کنار هم شانه به شانه مطرح است. اگر ایالات متحده آمریکا ما میخواد واقعا یک مقداری هم توجه داشته باشه که واقعا جنگ پایان پیدا بکنه و سقلت جنگ از شانه های نیروهای آمریکایی کاهش پیدا بکنه و بیفته به اصطلاح یک بخش از واقعا بیاند پروسه صلح شرکت بکنن که طالبای حکومت مد نظرشان است، خب کمک بکنه یک مقدار بگذاره که سرنوشت انتخابات معلوم شوه، بعد از او مسئله صلح البته نظر ما که بیا به طرف برنامه صلح در نظر گرفته شد و همونطور که آقای رئیس جمهور مطرح میکنه که میگه خب یک دولت قدرتمند دیگه بیا که پروسه صلح به پیش ببره، که در این مقطعی که فرصت آخری از برای دولت موجود امکان نداره که یک بار سنگین دیگر پیش ببره. تشکر آقای صدیقی، کوتاه فرمایید. ببینیم اگر ما متوجه شده باشیم، اگر بعض سیاسی رو ما در مجموع، البته اکثر علاقمند نیست ولی یک در مجموع هدف ما است که واقعا اونا اراده صلح دارن یا خیر. ببینیم ما با شما مثال میتونیم، در سفر مسکو بیش از 10 نفر طالب وجود نداشت ولی 100 نفر نماینده های وجود داشت که ما اونا پیش بود ما قطار پشترشان بودیم. ما با ما شرم نیست و در پالوی از اون اینجا طرف مقابل دولت افغانستان است، اونا به راه مردم آمدن. اگر واقعیت بوده باشد نماینده های شورای ملی اونا بتونن که از ملت خود نمایندگی بکنن به شمول نظام برن با طالبان صحبت بکنن، در مقابل 5 نفر در مقابل 10 نفر آیا ضرور است که در مقابل 10 نفر ما 5 نفر معرفی بکنیم؟ این خوبه ما که ضعف خود نشان میدیم. و در پاری ازو متاسفانه اکثر سیاسیون ما متوجه از این بودن که یا حکومت انتقالی یا موقت میان، ما حتما درش میایم یا با ما چه کجا کورس زمشد. یک مشکل جدی اساسی است که ما را بدبخت ساخته و این را باید داشته باشیم که به شیوهی که ما روان هستیم ما شاید سر در افغانستان خود باشیم. تشکر. تا زمانی که در ایمان ما، در ذهن ما، در اراده ما تغییرات وجود نبیاد که ما به خاطر ملی منافع ملی کشور ما و به خاطر آینده های ها به خاطر ملت مردم ما از خود گذری بکنیم، با واقعیت کرسی نخواهیم، فقط بگیم که جنگ در افغانستان ختم و ما باید که یک شهروند عادی بوده باشیم. سپاسگزارم. تشکر آقای وزین کوتاه فرمایید. من فقط عرض میکنم که همانطوری که صلح یک نیاز مبرم همه ملت افغانستان است، مثل اکسیژن و هوا و غذا و دوا است، و متأسفانه جنگ هم نیاز یک دی افراد مشخص است. یک دی افراد در افغانستان اینا قطعا صلح نمیخواهند، به خاطر اینکه اینا در جنگ، اینا از جنگ تغذیه میشن، از جنگ همه چیز پیدا کردن. به این خاطر متاسفانه یک دی بی‌رحم، خدا ناترس و کسایی که فقط تلاش میکنن که چگونه جنگ استمرار پیدا کنه و اینا در چوکوی قدرت خود باشن. به این خاطر لیکن سرانجام اراده ملت غالب میشه، صلح کشور میه. خوب است که افراد و مردم اوضاع را درک بکنن و از این بیشتر سبب ادامه جنگ و بدبختی مردم افغانستان نشون، که ان شاء الله صلح آمدنی است و دیر یا زود صلح کشور میه و افغانستان آرام و آباد و آزاد میشه ان شاء الله. تشکر میهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز که با ما تا کنون سیمانه دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.